براه مانده شدن دو خط سیر جدید از طریق فرودگاه ژوکوفسکی روسیه به پایتخت به فرودگاه پایتخت تاجیکستان و همین فرودگاه ژوکوفسکی به فرودگاه شهر خوجند حاصل مذاکره هیئت های تاجیکستان روسیه بود که دیروز در مسکو انجام یافت و بر علاوه این چند خط سیرهای جدید نیز به شهرهای نوی روسیه براه مانده شده است که از جمله هیئت های مذاکره کننده تاجیکستان و روسیه به این نتیجه رسیدند که به شهر برناول، اومسک و چلیابینسک تا کنون که خط سیرها اصلا موجود نبودند براه مانده شدند و اکنون شهروندان تاجیکستان نیز می توانند که با راه هوایی به این شهرهای روسیه سفر کنند. بر علاوه این باز یک موافقت دیگری هیئت های مذاکره کننده این بود که آنها توانستند که خط سیر نو طریق خوجند و سن پترزبورگ براه مانند که تنها شرکت های هواپیمایی تاجیکستان می توانند که در این خط سیر حضور داشته باشند. در نسبت خط سیرهای ژوکوفسکی دوشنبه و ژوکوفسکی خوجند خط شرکت های هواپیمایی تاجیکستان روسیه در دایره پراتیت یعنی برابر سهم خواهند گرفت، چنانکه که نماینده سفارت تاجیکستان در روسیه سرور بختی در صحبت به رادیو آزادی گفت اون پروازهایی که تاکنون از طریق فرودگاه های دمدید و ونوکوا با فرودگاه های تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه، خوجند و کولاب براه مانده شده بودند بدون تغییر ادامه خواهند کرد. در مسئله نرخ چپته ها یعنی نرخ بلیت ها نیز هیچ تغییرات رخ نداده است و همچنان که قبلا جای داشته بودند به همون اندازه نرخ بلیت ها فروخته می شوند. امروز در صحبتی که نمایندگان فرودگاه بین المللی تاجیکستان به ما اظهار داشتند در همین حال حاضر نرخ بلیت هواپیما دوشنبه مسکو 1450 سومانی بوده، از کولا به مسکو 1000 سومانی و از خوجند به مسکو 1320 سومانی قیمت داشته است، زیرا به خاطر این که در این شب و روزها یعنی در ماه سپتامبر با فرارسی فصل یعنی سرما سفر به مسکو از طرف شهروندان تاجیکستان کمتر شده و بدیهتاً نرخ هواپیماها نیز کمتر می شود، ولی در وقتی که یعنی در فصل گرما نرخ بلیط ها بیش از 2000 سومانی قیمت داشتند. میرزا نبی خالق‌زاد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.